چرا تعصب بخشی از رفتار اجتماعی دولت‌ها و یا حتی ملت‌هاست؟ به باور یونسکو رواداری پیش شرط ضروری صلح و رشد اقتصادی و اجتماعی برای همه کشورهاست. مدارا رسالت و تکلیفی برای دولت‌ها و قدرت‌ها در برابر مخالفان داخلی و یا همتایان خارجی خود نیست تا حق مسلم آزادی و امنیت برای شهروندان، نهادهای مدنی یا دولت‌های کوچکتر را تامین کنند. مدارا یا رواداری رسالتی همگانی است تا شهروندان جامعه مدرن آزادانه بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کرده و برای دستیابی به آرمان‌ها و آرزوهای خود از راه‌های مشروع تلاش کنند. با این همه رواداری پدیده ثابت و جاری در جامعه نیست و گاه دستخوش حوادث ناخوشایندی نظیر جنگ یا تهییج افکار عمومی علیه یک جریان فکری یا اقلیت دینی می شود. نسل‌کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم و یا حملات سازمان یافته علیه پیروان دیانت بهائیت در ایران پس از انقلاب نمونه‌های روشنی از پیامدهای عدم تحمل است. چرا هنوز عصبیت و عدم تحمل بخشی از رفتار اجتماعی شهروندان و دولت‌ها در جهان است؟ مسعود سفیری هستم، میزبان شما در روز جهانی رواداری در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در روز سه‌شنبه 25 آبان 15 نوامبر ساعت 8 شب به وقت ایران و افغانستان و 8:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. اما مهمانان امروز افق که هر دو در استودیو تشریف دارن، آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و آقای حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر. آقای دکتر نفیسی اگر اجازه بدین و موافق باشین اول در مورد رواداری به توافق برسیم که رواداری چی هست اصولا، یعنی آستانه تحمل در واقع معنیش بکنیم، تسامح معنیش بکنیم، کجاست؟ این کجا قرار میگیره که بگیم که ما رواداریم، در یک جامعه زندگی میکنیم، یک فردی هستیم که تسامح پذیریم؟ رواداری از نظر من این است که ما بتونیم افکار، آرا و رفتار کسانی که با آنها توافق نداریم را بپذیریم و رواداری در چند مرحله یا چند رتبه میشه بهش رسید. یک رواداری است که مثلا فرضاً آقای مهاجرانی میگفت که به اصطلاح این رواداری که ما چشم پوشی کنیم از چیزایی که خیلی اساسی نیست و به اون میگفت سمحه و سهله و اینجور چیزها و غرض این بود که یک مقداری شهروندان رو آزاد بذاریم در رفتار اجتماعی. این یک سطحشه. سطح بالاتر از این است که ما فرض کنید که عقاید مخالفین رو بهش احترام بگذاریم، نه تنها چشم پوشی کنیم و بسیار زیر سیبیلی رد کنیم که آقای مهاجرانی میگفت، بلکه به عقاید مخالفان احترام بگذاریم. ولی خب بگیم این عقیده من نیست، این دین من نیست، ولی خب این برای شما محترمه. ولی از همه اینها بهتر و بالاتر این است که نه تنها ما به عقاید و رفتار و ایمان دیگران احترام بگذاریم، بلکه یک سیمپاتی هم به اون داشته باشیم، به این معنا که بگیم که خب ممکنه که بنده با دیانت بهایی توافق ندارم، ولی ببینم شاید یه چیزهای زیبا و مهم و اساسی هم در این عقاید باشه. این است که این رو در واقع مرحله ای است که جامعه مدنی بهش رسیده و ملات جامعه مدنی است، بدین معنا که اگر شما دقت بفرمایید اونجور که گوته میگه در واقع، اگر که ما فقط تحمل بکنیم دیگران رو داریم بهشون توهین میکنیم. ما باید نه تنها دیگران تحمل کنیم، بلکه باید سعی کنیم بفهمیم عقایدشون رو و به اون عقاید احساس سیمپاتی و سعی کنیم که بفهمیم اصلا اینا چرا به این عقاید اعتقاد دارن. بنابراین اون چیزی که اساسیه در یک جامعه مدنی که ملات این جامعه مدنی، اگر حالا فرصت بشه عرض میکنم، ملات این جامعه مدنی در واقع تحمل رواداری است. اگر که شما تحمل رواداری رو نگاه کنید که حرکت اون رو در جامعه اروپایی که شاید بهترین تبلورش در جان استوارت میل باشه،
اگر شما این ملات رو نداشته باشید، جامعه مدنی بروز نمیتونه بکنه، به خصوص در جوامع امروزی که اینقدر عقاید متکثر، قومیت‌های متکثر، ادیان متکثر ناگزیر در یک جمع میشن. و این رو دیگه مثل قدیم نیست که یک امه باشه و یا یه نفر مثلا یا یه گروه در سوئد نشسته باشن. الان به خصوص در این جامعه، ملات این جامعه مدرن این رواداری و تحمل است که در اون سطحی که عرض کردم، یعنی نه تنها ما عقاید و رفتار دیگران رو بهش احترام بگذاریم، بلکه احساس کنیم که به یک نوع این رو بفهمیم، به یک نوع سیمپاتی با این عقاید ایجاد بکنیم. آقای قاضیان بشنویم نظر شما رو. خب آقای دکتر به درستی به سطوح متفاوتی از رواداری اشاره کردن. من فقط اضافه بکنم که رواداری خیلی بستگی به اون چارچوب یا کانتکست یا قالبی داره که توش مطرح میشه. مثلا فرض بکنید بسیاری از اقلیت‌ها در جوامع مختلف نسبت به اکثریت نوعی رواداری دارند، مدارا میکنند، با اونها کنار میان چون ناگزیر هستن از همزیستی. این تحمله، این تحمله، تحمل اکثریت هست و کنار اومدن اونها و همزیستی با اونها، این هم نوعی رواداری است. ولی من فکر نمی‌کنم این نوع از رواداری مورد نظر ما باشه. در اینجا ما در چارچوبی بحث می‌کنیم که رواداری از جانب اکثریت یا از جانب حاکم، از جانب دولت، اون که دست برتر رو داره در جامعه یا در سیاست یا در زندگی معمولی نسبت به دیگری ابراز بشه. و اون وقت اینجا سطوح متفاوتش مطرح میشه، یعنی یک نوع تحمل در ابتدا، رعایت دیگری به معنی اینکه شما با اون میخواید کنار بیاید و در درجه بعد احترام گذاشتن و در نهایت تلاش با اینکه اون رو بفهمید و باش به قول آقای دکتر همدلی داشته باشید تا بتونید یه جهانهایی رو به روی خودتون باز بکنید. خب همه اینا یک زمینه های فکری داره، بعضا به تاریخ یک جامعه برمیگرده، گاهی اوقات مربوط است به ساخت اجتماعی و طرز آرایش نهادی در اونجا که ممکن تأثیر بذاره روی نهاد. من فقط به عنوان یک نمونه اشاره بکنم اینکه در مورد به اصطلاح رواداری صحبت میکنم، چون این در جامعه خودمون اگر بریم گاهی اوقات اشاره میشه که ما مثلا در اسلام یا در شیعه هم رواداری داشتیم و بنابراین مذهب نیست که عامل مثلا مخالفت با روا داشتنه. ولی باید توجه کرد که اتفاقا اونجا از قبیل همون رواداری اقلیت هست در برابر اکثریت، برای حفظ و حراست از اون اقلیتی که میخواد به دوام و حیات خودش ادامه بده. اینجا در واقع ما با یک چیز دیگری روبرو هستیم. اون چی که در فکر مذهبی از مدارا فهمیده میشه معمولا رفق و مدارا و مهربونی با دیگرانه، در حالی که مدارا در مفهوم نوینش عبارت است از همون مراتبی که ازش یاد شد و این چیزیست که در مثلا فرض بکنید فرهنگ شیعه تحت عنوان به اصطلاح دهنه ازش یاد میشه، مداهنه، ببخشید من اشتباه گفتم، هدنه، هدنه ازش یاد میشه. هدنه در واقع عبارت هست از اینکه شما با اون قدرت برتر کنار میایید برای اینکه خودتون رو حفظ بکنید. و شیعه در تمام طول تاریخ خودش به عنوان اینکه تا زمان عصر غیبت ما در اقلیت هستیم و تا اون زمان باید خودمون محفوظ نگه داریم، با دیگران در واقع به مدارا رفتار میکرد تا وقتی در اقلیت بوده. میبینید که همین اقلیت وقتی به اکثریت تبدیل میشه، قدرت حاکم درش بروز پیدا میکنه، ممکنه اون ایده رو کنار بزنه. برابر این کانتکست یا قالب یا اون چارچوبی که داره توش عمل میشه خیلی تأثیر داره در اینکه ما چگونه مدارا رو معنا بکنیم و چه مفهومی از توش بگیریم. آقای دکتر نفیسی به ملات اشاره کردین، از جامعه مدنی نام بردین، بفرمایید اون ویژگی ها چیه؟ یعنی در واقع هر چقدر جامعه مدنی تر باشه، نهادهای مدنی داشته باشه، سازوکار مدنی داشته باشه، این آستانه تحمل و این مدارا و این رواداری بالاست. نمونه هاش شاید بیشتر توضیح بده عرض بنده رو، یا به اصطلاح مصداق ها. در یک جامعه مثل جامعه آمریکا که 72 ملت اینجا جمع شدن و هر کدوم با یک عقاید و نظرات و ادیان گوناگون هستن، فقط یک چیز میتونه این جامعه رو نگه داره و اون تعامل مداراست و پذیرفتن همه عقاید، کما اینکه اینو اصلا در مدارس درس میدن به نام ملتی کالچورال ادویکیشن، اصلا در مدارس این رو درس میدن که فرهنگ ها متفاوتن و اصولا یک فرهنگی تا اون زمان خوبه که افراد خودش رو اقناع میکنه. یعنی لازم نیست که من با تفکر سومالی ها مثلا
قبول بکنم. ولی اگر اشاره کردیم به این آموزش، این پایش همونیه که بپذیریم تفاوت وجود داره. دقیقاً، ببینید این خیلی نکته مهمی است. بپذیریم که تفاوت وجود داره و ما هم یکی از بازیگران هستیم. نه اینکه ما از بالا نگاه میکنیم به این تفاوت‌ها و در مثلا با اونها توافق میکنیم یا مدارا میکنیم یا تعامل میکنیم. من یه نمونه عرض میکنم خدمتتون. در جامعه ایران از زمانی که ناشکیبایی دولت اسلامی آغاز شده، ما میبینیم که نقش قومی در ایران پررنگ شده، کمان که الان ما در مجلس داریم فراکسیون قومیت درست میکنیم. اینها به چه دلیله؟ به دلیل اینکه دولت شیعی متعصب ملات رواداری که قبلا در زمان پهلوی تا به حال از آخر دوره قاجار تا به حال پخش شده بود در جامعه، اینو داره میخوره و از بین میبره و در جامعه ما قرار میگیریم که سنی رو دولت قبول نداره، بهایی رو قبول نداره، افراد لایک رو قبول نداره، افراد بی نژاد رو قبول نداره. به تعبیری همه احساس اقلیت میکنه. همه احساس اقلیت میکنه. جز دولت. و دولت حس میکنه که یک وظیفه الهی داره که این رو به زور اینها رو به هم در واقع یکی بکنه، که این شدنی نیست. بنابراین اگر این دو جامعه رو با هم مقایسه بکنید، متوجه عرض بنده میشید که چطور در دو جامعه دو جور برخورد، دو جور برآورد کاملا متفاوت داره. حالا من باید اینو اضافه بکنم، در حالی که بسیاری از افراد مسئله ای رو مطرح میکنن به نام مسئله فرهنگ یا دین یا چیز، من میخوام مسئله زبان رو هم اضافه کنم. ببینید زبانی که ما به کار میاریم بسیار اساسیه. زبان فارسی که ما الان ازش استفاده میکنیم به نظر من یک مقدار زیادی اقتدارگراست و این اقتدارگرایی رو ما در روابط شخصی می‌بینیم. بدین معنا که ما وقتی که صحبتی با دوستان می‌کنیم، این رو به عنوان یک نظر شخصی و قابل تغییر و قابل به اصطلاح عوض کردن نمی‌گیریم، بلکه این به عنوان امر مطلق، به عنوان امر مطلق به دوستمون، حتی در مقابل مدرسه و دیگه، و به عنوان امر مطلق. یعنی وقتی هم که فرضاً میخوام یه جای موافقت بکنیم با طرف مخالف، میگیم اتفاقاً اینجا رو درست گفتی، یعنی 99% غلط بود ولی این یه ذره که با من موافق بودی اتفاقاً درست بود، خدا روش. ولی آقای اگر دکتر اجازه بدید نظر آقای قاضیان رو هم بدونیم. آقای قاضیان، علاوه بر زبان که آقای نفیسی اشاره کردن، چه چیزی به عوامل اقتدارگرایی در واقع کمک میکنه، یاری میکنه که زمینه رواداری رو از بین ببره در جامعه؟ خب اگر بخوایم در یه چشم انداز وسیع نگاه بکنیم، عوامل متعددی هستند. تاریخ و سرشت تاریخی یک جامعه مسلما تاثیر داره، عقایدی که توش رشد و نشو و نما کردن تاثیر داره، و همطور هم تو که گفتم ساخت اجتماعی. مثلا فرض بکنید در جامعه ما یک شما مجموعی از عقاید شما دارید. با این نظر موافق این که اصولا گفته می شود که اصولا در شر رواداری نبوده؟ من اتفاقا خواستم برسم به مسئله این که بخشی از اون عقایدی که مانع رواداری ما شده از فکر مذهبی بیرون میاد، که از شر بخشی از اون هست. به این مفهوم که شما نگاه کنید، ما در منطقه زندگی میکنیم، کثیری از ادیان در این منطقه پدید آمدن. اینا یه مجموعی از هنجارها و عقاید تولید کردن، این هنجارها و عقاید بر هم انباشته شده. بنابراین ما با یک مجموعه ای از نظام اعتقادات روبرو هستیم که به ما اولا تعداد زیادی هنجار ارائه میکنه. این هنجارها نه تنها گسترده هستند، وجوه متفاوتی از زندگی ما رو در بر میگیرن. به قول خود آقایون، از قبل از مرگ تا پس از مرگ، از قبل از تولد تا پس از مرگ، بلکه شدید هم هستن. یعنی تخطی از اون هنجارها با مجازات روبرو میشه، مجازات اجتماعی یا مجازات غیر اجتماعی. بنابراین این مجموعه شما رو فوق العاده محدود میکنه، به این مفهوم که شما یه چیزای خیلی مشخصی دارید که باید مطابق اون زندگی کنید و هر چیزی غیر از این در واقع خلاف، نادرست، نارواست، غیر اخلاقی است و امثال اینا. خب با چنین دیدگاهی شما مسلما سطح رواداری یا مداراتون پایین میاد، چون چیزهای رو مسلم گرفتید از جهات اینکه در جهان هست یا نیست، و چیزهایی رو مسلم گرفتید که در جهان شما باید اجراش کنید به عنوان امور اخلاقی. خب این به شدت سطح
به اصطلاح مدارای شما رو با دیگران پایین میاد، چون شما معیارهای مطلقی برای درست و غلط از نظر هستی شناسایی دارید، همینطور درست و غلط دارید برای امور اخلاقی، یعنی باید و نبایدهای زندگی. بنابراین این به شدت ممکنه شما رو بر ضد مدارا در واقع سازمان بده. به علاوه نحوه سازماندهی اجتماعی هم در این زمینه مؤثر بوده. کمبود منابع به طور نسبی در اینجا رقابت بر سر اون رو سخت کرده. بنابراین ما عملاً برای اینکه این منابع رو بیشتر به دست بیاریم، رقبای خودمون رو دشمنان خودمون فرض می‌کنیم. و اگر شما در یک جامعه زندگی کنید که اتفاقاً دولتی داشته باشه که دولت از یک رانت بهره می‌بره و رابطش با جامعه یا به اصطلاح جامعه مدنی یک رابطه عمودی است، وقت من و شما دشمنانی میشیم برای اینکه بتونیم در واقع از اون منابعی که در اختیار دولت هست، همین منابع اندک استفاده کنیم. بنابراین من و شما در واقع با دولت می‌بندیم اصطلاحاً، یعنی با دولت رفیق میشیم، از پذیرش می‌کنیم سرکوب اون رو و شما رو من سعی می‌کنم حذف کنم. بنابراین این هم در واقع اون نوع از به اصطلاح باندینگ اجتماعی، اونو پیوند اجتماعی رو ضعیف میکنه و پیوندهای افقی وقتی ضعیف شد، راه ساختاری در واقع مدارا هم کاهش پیدا میکنه. برای من هم میشه به عوامل فکری اشاره کرد، هم به عوامل ساختی و هم تاریخی که در واقع این هر دو رو تکرار. آقای دکتر نفیسی، آقای قاضیان اشاره کردن به بحث دین. دین چقدر، ادیان، ایدئولوژی ها چقدر در رواداری یا نارواداری در واقع میتونن مؤثر باشن؟ این رابطه افقی در پایین سطوح جامعه چقدر میتونه به این رابطه عمودی تاثیر بذاره؟ آقای دکتر قاضیان عزیز به یک موضوع دیگه هم اشاره کردن که بسیار مهم بود و اون رقابت بر سر منابع بود. و این منابع رو البته میشه یک منبع دیگه هم بهش اضافه کرد که منابع مادی است که جناب دکتر بسیار خوب توضیح دادن. یکی دیگه هم رقابت بر سر انحصار حقیقته، بدین معنا که ادیان مختلف که خب نظرهای مختلفی راجع به حقیقت دارن، اینا هر کدومشون به نحوی مسئله تحمل درشون مطرحه. ادیانی که در واقع ادعای حقیقت مطلق و انحصار اون رو در خود دارن و ادیان دیگر رو کاملا منحط و اینها میدونن، اینها تعاملشون بسیار کم. ببینید شما مثلا در دین هندو 3000 خدا دارید، نمیدونم در مذهب کنفیسیوس یا بودا اصلا خدای مطرح نیست. در مسیحیت خب به یک نفی میشه بگی که 2 تا 3 خدا دارید. در یهودیت و اسلام ما یک خدا داریم و این خدا هم خدای قادر مطلقه. و بنابراین هر کدوم از اینها هم به نوعی تعیین تکلیف میکنن برای اون فرهنگی که از اون منتج میشه. البته من نمیگم که تمام فرهنگ جامعه رو دین تحت کنترله، ولی به عنوان یک عامل اصلی، به عنوان یک شاکله مهم، دین و شریعت دین، خود کتاب مقدس ادیان اونقدر مهم نیست که اون ریچوال ها، اون مناسک، اون شریعتی که دنبال اون میاد. بنابراین شما وقتی که در ادیان نگاه میکنید، اگر که هرچی به سر غلظت ادعای انحصار مطلق حقیقت در اونها بیشتر باشه، طبیعتا مدارا و تعامل کمتره. حالا در مذهب شیعه جناب دکتر بسیار خوب اشاره کردن، به لحاظ اینکه مذهب اقلیت بوده خوبی داستان دیگه بوده، ولی اصولا در کل اسلام هم اگر نگاه بکنید، دین اسلام هیچ وقت دین اقلیتی نبوده. مثلا در طول تاریخش دین اکثریتی بوده و اصولا مسلمان هم حق نداره در کشوری زندگی بکنه بیش از 6 ماه که حاکمش غیر مسلم باشه. بنابراین اصولا دین اسلام دین اکثریتی بوده. شاید هم یکی از دلایلی که به رفرماسیون و اون تغییراتی که در قرن 18 یکی از دلایل که اون تغییرات اساسی که دیانت مسیحی و یهودیت در قرن 18 به اون وارد شدن و اصولا مسئله رواداری وارد اون سیستم ها شد، این دین اکثریتی هیچ وقت وارد اون نشده. ممنونم آقای قاضیان. میدونم که دغدغه‌تون بحث شبکه‌های اجتماعی همواره بوده، به من کمک کنید در طرح پرسش در واقع
یک کامنت و یک پست گذاشته میشه، هزاران کامنت میاد در مخالفت و موافقت، و فردی که اون کامنت رو گذاشته ناگزیر میشه اصلا از حیات اجتماعی خودی صرف نظر کنه، اون کامنت رو اون نظر رو پاک بکنه. آیا این هم بخشی از رواداریه؟ یعنی در واقع تکنولوژی ارتباطات کمک کرده که ما رواداری جدیدی رو تجربه کنیم، هنجارهای جدیدی یا یک ناهنجاری جدیده؟ اتفاقا موقعی که مکلوهان اون تز دهکده جهانی رو مطرح کرد، این خوشباوری وجود داشت که جهان داره یک دهکده جهانی میشه و در اینجا در واقع امکان همزیستی هم افزایش پیدا میکنه، من جمله مدارا یا رواداری. ولی وقتی پای تکنولوژی های جدیدتر به میون اومد، من مبدأش رو تلویزیون های کابلی میذارم و بعد تلویزیون های ماهواره‌ای و مهمتر از همه اونها رسانه های اجتماعی، اینها که به میمون اومد، ما کم کم به جای اون دهکده جهانی داریم با یک جهان دهکده‌ای شده روبرو میشیم. به این مفهوم که شما میبینید همونطور که دهکده پایین از دهکده بالا بیخبر بود، ما هم الان در شبکه‌های اجتماعی عملا به همین شیوه عمل میکنیم. یعنی توی یک ده زندگی میکنیم که با یه تعدادی محدود آدم سر و کار داریم. این تعداد محدود اندازش ممکنه زیاد باشه، ممکنه 50,000 نفر باشن، ولی 50,000 نفرن در قبال میلیون‌ها و بلکه میلیاردها آدم دیگه که من ازشون بیخبرم و اونا تو دهات‌های دیگه زندگی میکنن، ولی من از اونها بیخبرم. خصلت شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی اتفاقا تا حدی بسته بودنه، و این بسته بودن باعث شده که ما از خود این بسته بودن ناخودآگاه غافل باشیم و ندونیم که من دارم با مجموعه‌ای زندگی میکنم که مثل من فکر میکنن، من رو تایید میکنن، من موها رو تایید میکنم، و یه دهکده‌ای در بغل من وجود داره که به کلی با من متفاوته. من چون از اونها باخبر نیستم، درست همون نوع از تعصباتی در خودم میپرورم که در یه ده کوچک ممکن بود یه ده بپرورم. یعنی در واقع ما با تعصباتمون یه سری هنجارها ساختیم. من میخوام بگم که شبکه‌های اجتماعی به خاطر ساختارشون در واقع این تعصبات رو افزایش دادن، به دلیل بسته بودن نسبیشون. برای اینکه شما بر همین هم از گاهی اوقات ما غافلگیر میشیم، چون تو شبکه خودمون هستیم، میگیم فلانی که رأی نداره، بعد فرداش میبینیم که طرف بی نهایت رأی آورد، چون تو شبکه ما همه دارن خلاف اون رأی میدن، و توی شبکه بغلی ما که ده بغلی ماست توی اینترنت، در واقع دارن یه جور دیگه فکر میکنن، ولی من از اون خبر ندارم. فقط اضافه بکنم که ماشین لرنینگ این کار رو به صورت تجاری هم افزایش داده و ما شبکه‌مون بیشتر از گذشته بسته شده، که طبیعتاً بحثش مفصل. ممنونم. اما در فیسبوک ما از شما سوال کردیم آیا عصبیت و خشونت دولت‌ها علیه مخالفان سیاسی، دینی و اجتماعی از موانع اصلی توسعه در یک کشور است؟ 90% پاسخ بله انتخاب کردم و 10% با پاسخ نه. ممنونم از هر دو میهمان برنامه، آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر. تا افق دیگر، ایام بکام.